با نام خداوند بخشنده و مهربان و نهایت با رحم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات برادران و خواهران اهل اسلام و هواداران شبکه کاروان عمر. با شما هستم یوسین جان محمد. دوستان عزیز، از امروز تصمیم گرفتم بهر شما قصه های اسلامی و حدیث های پیامبرمان را نقل میکنم. امیدوارم که این قصه ها و این حدیث هایی که نقل میکنم به شما پسند میآید و به دیگران پند کردن را نیز فراموش نکنید. عزیز، کسانی که میخواهند خریداری کنند، داروهای طبابتی، فربه کننده و خراب کننده، دارو برای ریش، دارو برای موی سر و همچنین عطرهای خوشبوی کننده، تسبیح و جای نماز، کتاب های قرآنی که به طریق الکتریکی خودش میخواند. کسانی که میخواهند خریداری کنند و همین رقم های در روی اکران به شما بتوانند زنگ زنید، از نام شبکه کاروان عمر شما صحبت کنید. انشاءالله باوری کنید دارم که با کدام متره باشد دستکه بهر شما بپو و ارزان رسانیده می شود. زود باشید، وقت را از دست ندهید. با حدیث پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم اگر ما نظر کنیم، در این حدیث شریف در جمله هایش نیز به خود حدیث های مناسب هست که در یکی از همان حدیث ها پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم می فرمایند که اینی کنتو نحیتکم ان زیارت القبور فعمل ان فزورها و این نحا تزخیدو فی الدنیا و تزکیرو آخرا. معنای این حدیث چنین است، میگوید من شما را از زیارت کردن قبرها من کرده بودم، اما اکنون قبرها را زیارت کردن گیرید، زیرا زیارت کردن قبر به این دنیا زاهد میکند، از این دنیا رو میگرداند، از بحر این دنیا رو گردان و دل سرد میگرداند و آخرت را به یادتان میرساند. میگوید پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم. پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم از همان خاطر زیارت کردن قبر را من کرده بودند که زیرا بسیار افرادان همان زمان ها از قبرها برای درد خود شفا میطلبیدند و کمک میخواستند، شرک میآوردند. همین بود، زیرا کسی که به زیارت قبر رود انسان به شرک آموخته میگردد، زیرا اسلام که نو آمده بود قبرستان به شرک مبدل گشته بود. از همان سبب به مسلمان ها نهی کردند که به قبرستان نروید. وقت و ساعت گذشته در قبرستان های مسلمان ها توحید و عقیده ها تمسم پیدا شده مستحکم جا گرفته. توحید چیست؟ شرک چیست؟ همه را از یکدیگر جدا و فرق نمودند و برای مسلمان ها دیگر خطا نکردنشان که رسیده بود، بعدن همین حدیث را گفته بودند من اول شما را از زیارت قبر من کرده بودم، اکنون باشد زیارت کنید، زیرا فایده دارد. یک فایده اش همین است که شخصی که قبرها را زیارت می کند و این دنیا زاهد می شود، زیرا می بیند که پادشاه هم خواب است، فقیر و درویش هم خواب است، پیر و جوان هم خواب است، مرد زن دار و زنی بیوه هم خواب است. خلاص هر شخصی که در این دنیا آمد البته به همان جا می رود. خودتون یک فکر کنید، پادشاهی که دنیا را می طلبید خواب است، فقیر درویشی که برای نان یافتن، برای پول مال یافتن کار میکرد، او هم در همان جا است. زن و شوهردار و بیوه هم در آنجا خواب است، پیر و جوان هم در آنجا خواب هستند. ها، عاقبت ما هم همین جا بوده است و این دنیای دوروزه عمرمان را بیکار نگذرانیم. همین طور این طرف ها را فکر کرده از خدا باید مکافات خوب گیرم گویان
مهر و محبت دنیا را ترک کرده در فکری آخرت قبر و آخرت همون می شویم. انشاءالله از دوزخ رهایی یافته راه به سوی جنت را از خود می گردانیم. دوستان عزیز، این بود کم قصه ما بحر شما. انشاءالله انتظار باشید بحر شما این بعد بهترین قصه ها را نقل می کنم. انشاءالله که به شما پسند می آید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.